سلام چی الان خب چون الان زد همین الان زد <applause> آره ما خیلی وقت اول... خود گرشیم میکنیم میکردیم و رکورد نکرده بودیم پس دوره از اول, از اول. سلام بگویید اون... بردارت بعد کارم که من لیوان رو برداشتم نبود دیگه نه اونم اتفاقا واسه همون من یه بار پاس کردم پس برای همون آره ولی الان گفتی دیگه دیگه, هست دیگه کسایی که میشنون از فرزاد پرسین دیوانه چیو گذاشته زمین فرزاد تو چطوری؟ عالی خو خیلی حال میکنم وقتی میگه عالی سوام که آمدش پرستم چطوری و عالی بگم همه اونا رو دوباره میتونیم بگیم خودم فقط شدیدیم میدونم ولی بیا دیگه احساس کنم خیلی فیک شدی جدیدن شود. یا یه ذره به خودت بیا این داره آماده میشه برای انتخابات شورای شهر آره دو تا عکس انتخاباتی هم بگیریم برات خدا داره همه عکساش انتخاباتی دیدی اینجوری یه لبخند واسه از بچگی داشتم آماده میشدم واسه آم... چه خبر کارو اه... سلامتی چیکار کردی تو تو لفت پیش من جدیدن شروع کردم یه سری ورزش جدید دیدم تماشا کردم هفته پیش اولیش یک شنبه هفته پیش سوپر بول بود سوپر بول لیگ تو. ا... فینال لیگ فوتبال آمریکاست فوتبال آمریکاییه بعد فینال جام حذفی شونه دیگه نمیدونم جام حسی مگه دارن نه سوپر بول قهرمان قرب و شر. اینو نیست سوپر بول اینو. خیلی اطلاعات داره کلا همه لیگاشون قرب لیکرز لس آنجلس رمز بود و تایگرز سینسیناتی یه اسم حیوون بود تایگرز نه بود هیچین آره یادم نیست لوک سینسیناتی بگو اسمشو سینسیناتی بله باحال بود حالا من اولین بار بود داشتم فوتبال میدیدم هیجان <laughs> و ایناش خیلی باحال بود ولی یه چیز خیلی جالب توش من دیدم یارو یکیشون لحظه آخری دفاع خیلی عجیب غریب کرد که باعث شد لیکرز بتونه ببره بازی <laughs> بعد Uh, لیکرز میگم لیکرز لس آنجلس یه لحظه آبا. گفتم که شاید به اینا میگن لیکرز نه لبران هم تو ورزشگاه بود لبران هم لیکرز همه بودن تو ذهن من قاطی شده بودن بله برکت SO نه س... بابا بزن سوپر بول فاینال آن بسکتبال رو میگی یا فوتبال سوپر بول فوتبال فوتبال ان اف ال بچا سطح سعود اسپورتمون خیلی بالاست بعد چیزه آها همین بعد یارو یه دفاع خیلی عجیب غریب کرد رمز برد بازی رو به خاطر ام. دفاع اون بعد گفتن که آره این خیلی براش خوب شد و چون داره بازنشست میشه و بازی آخرش بود بنگال آره آفرین بنگال بنگال ها بعد بنگال بعد من رفتم سرچ کردم بدم یارو چند سالشه چه چون قیافه جوون میزد دیدم سی سالشه داره بازنشست میشه آره بعد گفتم بذار برم سرچ کنم ببینم اینا اوریج سنی که بازنشست میشن تو NFL فکر کنم چقد بود زیر آره زیر هفته بود آره اینقدر این ورزش وحشتناکه و اینتنسه تازه کلی بیستو الان بیسو هفته خورده ای هست میشه آخه میگن تو زندگیت بالای ست کانکاشن بگیری کارت بیه. ساخت است و اینا دیلی دارن کانکاشن میگیرن خیلی اینتنسه تازه الان فوتبالی نبیه. که الان بازی میشه خیلی سیف شده یعنی کلی آره راگبی. راگبی مثلا اون وحشتناک تره راگبیه خیلی اینتنس تر از اینه بلد. آره و نه نمیدونم احساس میکنم موقعی که اون پروتکتیو گیر رو نداری بازی یه ذره خودت آروم تری <applause> اتفاقا چون نداری میگن سر... راگبی بازا میگن اینا بچه بازیه نه میدونم اینو میگن ولی منظورم اینه که با اون هرس این تو با کله نمیری تو کله یارو دیگه مثلا هلمت به هلمت میزنن وقتی راگبی اونطوری او او نمیری بحشم. دیگه 27 خورده اینا بازنشست میشن هاکی <applause> هم اینه دیگه این بازیکن چی بود که تو این ماه ریتایر کرد خیلی معروفه تام نمیدونم چی اون که چلو تام بریدی تام بریدی آره اون چلو اون خیلی اون نمیدونم چه اون کوارتر بک دیگه آره کوارتر بک خیلی زیش کم تره دیگه آره این دیفندرها معمولا وحشتناک ولی خب بابا چلو خورده اونم داشتم با همکارم راجع به موضوع بعد گفتم با ما الان اینجوریم از تخت به میز و با سرعت بیایم که میگیره یارو 44 سالشه 20 سال خورده هم بازی کرده توی ان این چیز برندن شاپ هی سو گود ایس سو گود بعد یه دونه نیکوتین هم میزنه بقیه ورزشا المپیک زمستونیه بله تمام شده داره بیستم همون میشه فکر کنم الان کی بالاست فرد نه. کانادا که نیست چین بعد باشه دیگه یعنی نروژ بود کی بود تعداد طلا کانادا برد. خیلی باحال تعداد مدالایی که برده خوبه خب همه ولی برنز برد تعدادو بگیری مثلا اینا سوم بعد تو تلویزیون خودشون رنکینگ که نشون میدن بر اساس تعداد نشون میدن در حالی که رنکینگ المپیک بر اساس تعداد نیست تو یه میلیون تا برنز ببری اونی که یه دونه طلا برده از تو بیشتر آره. نروژ اول با 15 تا طلا آلمان دوم با 11 تا چین هم سوم با 9 تا کانادا اصلا نیست کانادا 11 همه با 4 تا طلب بعد نیست بازی هست این بازی معروف با آره ما میرفتیم تو خود یه دونه نمیگرفتیم تو چهار ما چیز لوی سواری لوی سواری دیدی بله خیلی خطرناکه این ورزش چرا نه نه لوژ چیز لوجای مسابقات خطرناکه میری توی یه محف... محفظه محفظه هست آره آلمان من داشتم مسابقهش دیروز می‌دیدم همونی که هول میدم و میپرن توش محفظه در بسته نداره نه یه سر تیوب ماننده بهش میگن لوژ سواری آره لوژ میگن لوژ لوژ چیز ایران میگفتن لوژ سواری خیلی تون میره اون مسابقات هم میگم رنکینگ یک تا چهار یک آلمان دو آلمان سه کانادا چهار آلمان تو اون لحظه که من دیدم بعد یارو داشت توضیح میداد این خیلی انجینیرینگ و اینا توش مهمه خیلی تکن... تکنولوژی مهمه چون اختلافشون س... نه یه یعنی کن رکورداری که نشونه اختلاف اینا سر صدم ثانیه میاد آره. و خیلی مهمه مثلا تو چه از چه تکنولوژی استفاده میکنه چم دیگه بذار بگم اون چیزی که من دیدم اصلا منو متحیر کرد ورزشی که دیدم بگم من بعدم تیم سپید سکیتینگ بود تیم سپید سکیتینگ دو پشت سر هم پشت سر این ورزش این ای آرت به نظر من ببین آره. انقدر زیبا بود اینا تیمای سه نفره بودن پشت سر هم میرفتن بعد تو باید دقیق سرعت تو تنظیم کنی اینا حتی دستشون رو میذاشتن پشت کمر هم دیگه چه... آره پشت کمر تو دیدی این ورزشو آره آره ورزشی نیست خب دیدن دیگه <تصفح> <دنو> پزشکی <تصفح> <تصفح> اینا بری فقط در همینا انجام میدن دیگه اینا رو گذاشتم برات بعد من فینال مسابقات خانوما رو دیدم بین ژاپن بود و کانادا بعد ژاپنیا ببین بی نظیر بود از همون لحظه که شروع شد تو از جلو که میدیدی انگار یه نفر بود اینا انقدر با هم هماهنگ بودن گزارشگر کانادا یه میگفت این تکس بوک چیزه درست انجام دادن این ورزشه اینا تا راوند آخر تا لپ آخر اول بودن بله بعد بیچاره نفر آخر پاش لیس خورد افتاد زمین رفت تو باقالیا کانادا اول شد توی اون به شکسته اینطوری نبودی اون ورزشی چیه که با تخت سینه میفتن روی روی چیز روی صفحه ای اون اینتو تیوبینگ دیگه نه، 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 نه. اونم لوژه اونم لوژه حتی آره. <applause> <applause> اینی که من دوست دارم میخوام برم چیز یه اسم دیگه این روز به کار میبرد اون, بخام، اون ت... تو تو یک باتام با این با این چیزای سقفا میرفتن تپلیز خوردن ایرانیت چیه به چی میگفتن ایرانیت نه سخف هایی که مثلا یه زه داشته آره آره ایه... یه زه زی... آهنی داشت دا <تصح rebo brom mache. تصح> میکندن سابستون های که میشه بچه ها میفتدن به جون این سخف ها میکندن با خوش یه جه بود تپه همه شده پاساش نه یه واقعا یه کوه تور بود اونجا آره الان مگامال شده آره الان شده مگامال بعد اونجا که برف من میرفتم اون بالا با لیز میخوردم میمونم پایین باش جاش هم اسمشون تپه بود بعد جای خطرناکی هم محسوب میشد آقا یه نفر اونجا فوت شد جلو چشم ما آره جلو چشم شما رو نمیدونم با ولی خدا بیامرزت بنده خدا من یادم همین برف اومده بود همه داشتن همین کارو میکردن بعد یه پسره بود خیلی دارک شد خیلی وحشت <applause> ای این نشست روی ای اومد پایین بعد تو معمولا مثلا یه جایی وای میستاد دیگه اونجا جلوتر نمیرفتی اینا نمی‌دونم خیلی خوب داشتن سر می‌خوردن. رفتن تا بعد وای این افتاد زیر اتوبوس سرش زیر چرخ آقا دهزه اتوبوس رو افتاد رد نشد از اون سرش چون دید؟ دیدیم؟, دیدیم که ما اونجا بچه رو جمع کردیم خب بچه اونجا مثلا بیهوشینا شد بردیمش بیمارستان پرید 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 بود پرید به یاد بردیمش بیمارستان بعد بر راننده که اصلا چیز بود گفت خب خوبه اینکه زنده است و مثلا یعنی م... چیزیش نشد و اینا بعد من چند روز بعد فهمیدم که آه یعنی مثلا ضرور مغزش رو قبلا شده بود تا بیاد برسته زیر تایر حالا من برای اینکه بحث عوض بکنم اینجا رو اگه تونستی میلا جان لطفا بوق بذار من هم سردر جرمن انجینیرینگ از اول تا آخر جرمن انجینیرینگ و من واقعا سردرش یک یک تو آقا ماشین نمیتونن درست کنن ماشین منو پس دادن نمیتونن درستش کنن. یکی پس دادن. پس دادن به اون من داده بودم به یه کمپانی که ریپرش رو انجام بده. تامروان <laughs> کالج. بله. تامروان کالج نتونست درستش کنه اون قسمت کمک فنرشو. تامروان اومد آقای لیگور داد. لیگور رو تعوّض کرد. ایروسی دادنش به آودی. گفتن آودی میتونه اینو درست کنه. آودی نتونست درست کنه. پس داده به اونا میگه ما نمیتونیم درست کنیم. خودتون فیکچر ات کنین مشکلش چیه. اونا که میبینی اونجا دارن چی میگن؟ اونا میگن ریدم به راننده این ماشین اینجوری کرد جده شرطی نمیتونی درست کنی بگو نمیتونم چرا چهار ما منو علاف که ببین اصلا اعصاب منو خورد کرده, بپا بپا کرده ببین دیدی که سریع اودی کنده به مسیج زد ازد آره آره. آره آره. من دیشب دیدم دیگه دیگه خیلی رو تویتر میشه اینا رو بکشیم از خوار مادری کشیدم بهشون و اینا که بابا حالا جالبیش اینه فقط بهتون از سیستم از سیستم بیمه ای اینجا براتون بگم پشمتون واقعا بریزه باشه بعد الان شده چهار ماه که اینا ماشین منو دارن و بعد دیروز که داشتم باشون صحبت میکردم اینطوری بود که خیلی چقدر دوست دیتیل براتون بگم بگو, بگو. دوست داری. آقا من خب من روی اپ هم میتونه یه اپ داره من میتونم رو اپ ببینم اینه که ماشین روشن کردن که تکونش شدن و اینا زنگ زدم پری روز به اودی میگم که آقا جوریه دارید کارتون انجام میدید اینا ماشین جوریه داره میاد حالا این سه هفته پیش با هم بدن بعد میبینم که سه روز اینا ماشین تکون ندادن یعنی سه روز ماشین روشن هم نشده بعدش میگه آره ما انجینیر جست توک ایت فور الان هم داریم چیز میکنیم الان داریم برگردشه داریم مثلا یه سری مشکلات دیگه حل میکنیم یه دو تا سنسوره که مشکلونه بهش میگم آدم ناخلف این سه روز روشن نشده من رو اپدارم میبینم با به تتپته گفت او بس من با انجن... با تیزم صحبت کنم فورمالم صحبت کنم به زنگ بزنم زنگ زد و اینا گفتش که آره اینا هول دادم ماشین رو به خاطر که سیف نبوده برای بعد گوش بعد گفتم که اوکی باش سیف نه بوده رانندگی بعد گذشت شد دیروز دیروز یارو زنگ زدم بهشون میگم که قرار بود که من صبح برم ماشین رو پیکاپ کنم بهشون میگم که آره ماشین چه جوریه و اینا میگه که آره ما درز یه مشکلی هست و ما نمیتونیم مشکلشو رو بفهمیم چیه داریم سعی میکنیم داریم روش کار میکنیم بعد من دیدم ماشین راه افتاد دوباره بهشون زنگ زدم گفتم که ماشین راه افتاده چیه مشکل حل کردیم بیام چون مثلا اینجام ترافیک میشه دیگه دور و بر سه و چهار چون میخواستم تا بهشون برسم پنج میوستن قرار بود پیکاپ کنی قرار بود من پیکاپ کنم ماشین رو الان یه هفته است من هر روز میگن امروز می... فرد امروز فرد بعد زنگ زدم میبینم که بهشون میگم که پیک پیکاپ کنم میگه نه ما ماشین رو پس فرستادیم برای اون کمپانی که ازش گرفته بودیم میگم چرا میگه که آره در... یه مشکلی هست ما نمیتونیم حلش بکنیم فرستادیم برای اونا اونا خودشون ببینن چیکار میتونن باش بکنن بعد ام... بعدش گفتم که خب این مشکل حالا اولین دلیل اصلی که رفت آودی اودی بود که اینا می‌خواستن تایراشو الائن بکنن به خاطر ضربه‌ای که خورده بود به تایر بعد این الاین کمک فنرش هم که عوض شده بود بعد اتفاق می‌افتاد کالیبریشن و بعد زنگ زدم به اون یکی کمپانیه میگم که آره ماشین تو پارکینگتونه میگه نه نیست هم دورش من دارم میبینم الان تو اپ دارم میبینم این تو پارکینگ شماست میگه نه کسی به من چیزی نگفته گفتم برو بیرون نگاه کن به من زنگ بزن هفته بعد زنگ زدم اینا بهش میگم که آره چه جوریه داستان چی و اینا میگه که آره ماشینت فقط یه سنسورش کار نمیکنه ولی آماده است برای راننده ها بعد از اودی پرسیدم آقا الان کردین یا نه گفت نه تا این سنسورش کار نکنه ما نمیتونیم اینو بکنیم به این زنگ زدم میگه آره ماشین آماده است بیا ببر فقط یه سنسورش کار نمیکنه که مثلا بعد لانگ ویکند برگردون <applause> میگه که بعد چیز بعد لانگ برگردون ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم گفتم تو دو این تایراش الاین نیست من چی بیام رانه. ببرم الان بیام مثلا یه تصرف دیگه بکنم بعد میگه خودت مثلا به زور اومدی بردی الان توی این سه چهار ماه تو پول ماشینو داری میدی آره منم پول ماشین میدم حالا بیام حالا اینجا رو گو اینجاش قشنگه <applause> <applause> زنگ زدن به آی زنگ زنگ بی سی میگم که داداش الان این چهار ماه شده من دارم پول ماشین هر ماه میدم و ماشینم من نگرفتم اینا تا چقدر قانونی مثلا تو دو سال دیگه که مثلا لیست من تمام بشه اینا میتونن منو بکشونن چه جوریه مثلا داستانش و هم میگه که نه مگه میشه تو الان اینا گفتن سه سپتا سه دیسمبر به ما گفتن که پارتای آخر اومده و دیگه آپدیتی نکردن ما فکر کردیم این تمام شده سه از سه دسامبر اینا آپدیت نکردن آی سی بی سی رو که این داره طول میکشه واه دوست دارم بعد گفتش که ما باید یه دونه اسپیشال اینوستیگیتور سن بکنیم واه. که بره ببینه چه خبره بعد به این یارو زنگ زدم میگم که آی سی بی سی میگه شما از سه دسام منویش اطلاعی ندین میگه آره به خاطر که هیچ آپدیتی نبوده ببخشید هر هفته ما داریم هم صحبت میکنیم هر هفته پارت جدید سفارش میدی بعد آی سی بی سی اینطوری میکرد میگفتش که ما تا یه جای رو... یعنی خب همین دیگه یعنی بعد از یه حدی ماشین تو راید آف میشه هم. الان اینا به خاطر اینکه پول رو بتونن بگیرن با آی سی بی سی ریپورت ندادن نگفتن اینا گفتن که کاست رفته بالاتر منم دارم میکشونن از اون ورم چیز دیگه از اون من ماشینا مثلا میتونستم سه ماه پیش عوض کنم یعنی من یه اینشورنسی دارم که اگه ماشین راید آف بشه به من یه ماشین جدید میدن آره خلاصه ببین اودی، بی ام تسلا هم اصلا مزخرف ترینن پیکان خودمون تسلا که اصلا دیگه هیچی دیگه ماشین ها که تقریبا الان گذشته پسش دادن ماشین هن. چی؟ اون چی شده؟ ببین این از روز اول نه اون از روز اول دوتا از دوربیناش کار نمی کرد. درست بعد مثلا تاوال چهار بار رفته شاپ و اینا بعد یکی از صندلیاش میگفتش که جا نیافتاده بوغ میزد یعنی ماشین مثلا یه هفته اول ماشین بوق میزد ما که رانندگی میکردن بعد اومدن دوربینا رو عوض کردن و الان چراغا و دوربینا از تو فاگ میکنه بعد زنگ زدم به تسلا میگن که دلش اینطوریه مثلا اتفاق افتاده میگه آره این طبیعیه به هم گفتوش ما پیگان <تصحیح> سال 61 یه پیکان داشتیم اونم دو فاک نمیکرد سال 2022 تسلا رو داری هم میگید کدوم چراغ چرا بخ... چراق جلو عقباش فاک میکنه چراغ جلو عقب و دوربینا از تو دوربین چراغ یاد ماشین ایران بخار میکرد قدیمی ها با قدیمی ها با ما میگفتش که ما یه پیکان رو پنجا هفت داشتی اون بخار میکرد یعنی همه که میوردیمش کار باش و میوردیم مثلا باز میکرد 61 خریدیم میگو شست خریدیم اصلا کل تبلیغاتشونی بود که چراغاش بخار نمیکنه یعنی گفت گفتش که مثلا ما یه دفعه اومدیم چراغ عوض کنیم این یه جوری آیق بندی دورش کرده بودم باید با چکش می‌زدی درش می آوردی حالا برام اصلا ببین حس می‌کنم خونه کمی ببین افتادیم تو درست ماشین چون پدرتون هم یه مسئله ماشینی داشت نه اون خیلی راحت حل شد به خاطر اینکه ماشین ژاپنی بود آه. ماشین ژاپنی راحت سری در دو هفته حلش کردن هیچ کس هم نگفت آقا بالا چشه شد ولی این تازه که اینو نیازه بگو پدرم داشتن یه دونه همونو بذارن <applause> <بگم. تصفيق> <applause> این خیلی باله <applause> باید رفته بوده با مزدوم یه تصادف داشتن تقریبا مثل تصادف توه یعنی سیویریتیش شدت تصادف مثل مال تو میخوام بدین شد مثلا قبلش این ماشین اصلا خواهرم بوده مثلا اون گوشه سپر زده بود سپر عقب زده بود و اینا و اینو برده بودن یا بهش گفته بودی که با این همه ماشین رو درست میکنه اصلا نگران نبود کل ماشین رو رنگ میکنه یعنی همه جاش که مشکل داره رو همه رو درست میکنه پیش همین لیو اینا رفتن نه بابا برده خود مزدا ولی از, این پروژه تو من الان چیز شدم و کم خوشحال شد. شدم آه پرمنده رو بدید امید داریم یه آرسته به نسوش بکشیم بیرون ببین سود میکنه از این قضیه نه واقعا نه ولی اذیت کننده است دیگه مینی بعد مثلا مشکل اینه که من مثلا این, این بس همه مثلا هم دیکیش بالاست <تصفح> دیکیش هم اینجاست <تصفح> 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 دیگه پا هم ندارم یه ره داره Yeah, 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 yeah. این مدت همش اصلا داری پولشو میدی بعد از اون برم هی دارم میکشونن من اصلا فکر نکرده بودم چه داری پول ماشه اینم شب خواهد با ای سی بی سی گفتم با ای سی بی سی گفتم که من اصلا این مدت دارم پولو میدم شما منو رو ریمبرس میکنید برای این پولو اینا گفتش که گفت معمولا نه ولی بذار بینیم اینا دارن چکار میکنم آره 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 خلاصه یعنی اگه قرار باشه که این راید آف میبوده باشه من نه بعد چهار ماه پول میدادی. پول می <تصفح> میدونم. میدونم نه من امید من خوش من امیدوارم خوشحال چون بعد امید ببین دعوا می کردم ببین دعوا می کردم با اینا یعنی تمام هرسای هفته رو سر لیا خالی کردم و دو... 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 آخرم بعد اینکه طرف تحقیق کنم گفتم تو که هیچی نمیدونی به باست بگومم زنگ زنی <applause> من نه. اونجا وقتی یکی تو رو فرض میکنه خب من دیروز نه ببین وقتی یکی تو رو اسکل فرض میکنه بعد به یارو میگم که ببین این زنگ زدن به اودی آن دیلی بیسیس هر روز به اودی زنگ زدن کار توه کار من نیست این درست کردن این ماشین ریسپانسیبیلیتی شماست ولی من دارم فالو آب میکنم هر روز که پارتاش کجاست کی میرسه امروز این چیکار میکنه این چرا سه روز روشن نشده میگم میگم بعد هر موقع میزنم میگه آره من زیاد اطلاعاتی ندارم میگم بابا این ماشین اصلا شده به تو و تو چجوری اطلاعات نداری کارت که اطلاعات داشته باشی در مورد ماشین مسئول آره خلاصه خونیام بریم سر اپیزود بریم. سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من برای بچه هستن سلام 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 برای کسی که نمیشستن کارون و فرهاد و فرزاد چرا نمیشستن من... کسی؟ شاید یکی جدید اضافه بشه به شنوندگان جدیدمون بها بدهیم عزیزان دلم خوش اومدید دوربین من کنه خوش اومدید اینجا یه پادکست خیلی خودمونی ما چارت سیویل میشینیم در مورد هفتمون در مورد بعضی موقع موضوع خیلی جدی به صورت شوخی بعضی موقع به صورت ش... شوخی, شوخی, به صورت جدی. جدی صحبت میکنیم میگیم میخندیم سعی میکنیم که سادی صد و نیمه خوب و خوب و خوشحال برای عزیزان فراهم بکنیم این استارت این اپیزودمون سوبر نبود کسایی که ندیدن میتونم میتونم برن کسی این یوتیوب و قسمت اول ببینن چون که اگه میشنوید ما تقریبا 20 دقیقه قبلش رو یوتیوب کانتنت اضافه داریم چطور بود چی؟ شد؟ همه چی؟ همه چی هست همه چی وجود داره همه چی هست آره چه خبر؟ خوبی؟ هفته تو چطور بوده؟ من نموده تو پری اپیزود از کارون و فرزا پرزمتون نپرسم چجوری بودی؟ منم هفتم خیلی شبیه تو بود یعنی منم درگیر بیمه و ماشین بودم ولی انقدر کاری <applause> که کرد تو هم کرد نه بگم حالا اینو بگم ببین اینقدر سپرش رفته تو کی؟ یه جوری گفت کامیون صد و, و افتاد و زد میدونم ولی واقعا من فیلمشون بتونه من اول نگفتی که چیز کانفیدنشال شد. آلن. من روز اول یعنی من برای من که گفتی من گفتم یا امام موسیم مثلا خیلی خفن و اونا روز اولی که من اومدم اون ماسوش کنه تو چیز بردارم از تو سن گشتم دنبال خرابی <تصفح> یعنی تو بدم که خب این چه سالمه هیچ مشکلی هم نشان. نداره نمیبینم چیزی بعد تازه تا فرمین <applause> که حالا سپر جلوی زره یعنی این خیلی رو ماشین اصلی داره این هر بار میومد میشه سو ماشین من میگفتش که مثلا این داشت خاک روشه حرف <applause> منطقیه <applause> <applause> برای استاد سوال بود خاک کنه دیگه حالا خا... بعد چرا نمیتونه تمیز حرکت کنه حالا ببین تمیزی کثیفی دیگه فراد اینجوری میگفت بعد یه عالمه آدم دیگه تو ماشین من که نشسته اینجوری که چقدر این تمیزه ماشین ما مثلا همیشه توش کثیفه چوخه اونا رو به فراد دوست کن داشت خلاص نسبیه همه چیخه نه منم چیز منم منم خدا بیا ماشینم منم یه دونه از این یه راک چیپ خیلی جبه دستمالا داشتن دستمال های مال ماشین هر موقع توی چی تو ترافیک موندم شروع کردم تمیز کردم آره راننده جاده ایمان داشت میگم ایمان کارون داشت از سوپر بول میگفت منم یه تیکه بگم بگو بگو هم تیکه بگو. سر دوسته یه سری فرنوش هفته پیش سوپر بول میدیم. بعد یکی از اینا یه گربه داشت اسم گربه بود پوس پی اس اس آنکه یه گربه مثلا 15 ساله بود بعد این گربه گربه اینا گربه 15 ساله آره گفتن آره بعد خانواده سوم بودن که این گربه رو داشتن گربه زندگی خیلی سختی داشته بود اصلا عجیب غریب یه لحظه بگم سه تا جنریشن زندگی کرده گربه آره. بعد گربه رو میدیدی از چشاش معلوم بود که دنیا رو دیده سختی ها رو گذارنده حالا اینجا نشسته از یه نگاه بالا و پایینی برخورد میکرد کلن گربه ها که اینطوری هم ولی دیگه این بیش از اندازه بعد محیط نسبتا تاریک بود و اینا منم با فقط با این گربه بودم یعنی از سر و کولم بالا میرفت و اشغال ماساژش میدادم پاهاشو میگرفتم دومشو مثلا تکون کار عجیب دوست داشته همش هم کانسنشوال بود بعد نه بعد اومدیم خونه کار عجیب <laughs> اومدیم خونه دیدم سر تا پام سفیده موهای سفیدش بهم چسبیده بود بله هنوز که هنوز یعنی الان هم که از تو پارکینگ اومدم دیدم گوشه ماشین پر مو گربه بعد مو میافتید تمیز میکردی اصلا ناراحت اومدم بالا موی سر گربه سخت میره وقتی میچسبه به, مو... به موکت و اینای ماشین تو کلا هر چی به لباست میچسبه نمیره اونجا گفتی بوی آتش سوزی اونجا هنوز تو لباس هفته بود مو... از اون هفته بعد اون گربه آره عجیبه. ما خانواده‌ای که قبلا تو خونه ما زندگی میکردن اونا گربه داشتن بعد الان مثلا ما چقدر دو, هنوز ساله اونجا این بعضی موقع یه جایی من مو گربه میبینم با اینکه که مثلا تمیز خیلی کردیم اینا زیرا یخچال هم یه بار دیدم عکس فرستادم اینا ولی خب دیشکی تو گروه اهمیت نداد به خیلی بچه ما ما تو گروه خودکست نه خیلی مودی هم نسبت یه هم مثلا بولمیشی هشت زورت دو تا مثلا ویدیو کامل پنج دقیقه دیده شده آره همه نظر دادن و فلان و اینا یه دفعه مثلا یکی میزنه اس او اس ام داین مثلا هفت روز هیچ کسی دیگه تازه مثلا خوب جواب میدن آره تا تازه روز بعدیش مثلا قیمه داشتن درست کردن اکتیو بودین توی گروه پادکست نو ریلی چه از اول هفته من براتون عکس میفرستادم آه من یه تشکر کنم از بابت یوای یوتیوب بچه دمشون هم خیلی دارن لطف میکنن کامنتات داشت واقعا رفته بالا و دم همگی هم دیگه خیلی در حال میده همراهی میکنن آره بریم سر اپیزود ده ده. آماده این نیاز دارم که کمک کنیم برای ترجمه چون قبلشون صحبت کردیم گفتی نمیدونی ولی خب برای من ده 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 این بار رو با. بر دوش تو یه چیزی که دیدم یوتیوبرهای مختلف انجام میدادن overrated underrated یعنی دوری موضوع صحبت میکنیم میگیم که آیا به نظر ما مثلا یه هایپ خیلی زیادی روشه آدما زیادی بهش توجه میکنن یا اینکه آندرریتد اون قدری که واقعا مهمه آدما بهش توجه نمیکنن یا بعضیهاشون هم به صورت خوبی بهش توجه آره به اندازه, توجه... آره،, آره به اندازه است. نه نه زیاده نه کمه من این سری هم موضوعات رو معرفی میکنم و دوست دارم که شماها در نظراتون رو بگید و اینکه شما میتونید برام بنویسید تو کامنت ها هر که فقط نظر بدیم رد یا توش بریم عمیق شیم من به نظرم عمیق شیم به جا داره که عمیق شیم حالا اگه داره طولانی میشه بعدا دو قسمتش میکنیم میذاریم یه روز دیگه میخواین خیلی عجیب شروع کنم یا منطقی شروع کنم منطقی شروع کنم منطقی شروع کنم داشتم این یارو کیه توی اینستاگرام خیلی بیزنسمنه ولی مثلا میگه که گریوی آره گریوی داشتم بلاگ رو میخوندم داشتم بلاگش رو من نشدش که یکی از نمونه های بارز چیزه نظام سرمایه داری کپیتالیستی جدی یعنی واقعا از هیچی اومدن یه روز ساختن که پرشر میذاره رو آدم پرشر میذارم یعنی دادش اصلا دیگه مثلا از یه ما قرار بشین که یا امام حسین مثلا حالا ولنتاین رو چی کار کنم مثلا چی بگیرم بعد بعد این مدت نه بعدم اصلا و... من دوست ندارم یکی بهم دیکته کنه که امروز بعد مثلا عشق ببوسی اصلا نمیتونم اینو نمیتونم هر روز پاچم نمیبرزی نه اصلا این تو آقا اصلا من اون روز حال نمی کنم عشق ببرزم چی اصلا تو کی به من میگی آقا مسیحی بوده مادر ما مسیحی بوده نمیدونم آقا آخر... تو تو سپندار مزگان این کار میکنی <تصحیح> بله شب بود خب شما به در زرتشتی بود <تصحیح> <تصحیح> نه حالا ما همیشه اونو با هم مقایسه میکنیم ولی به نظر من خیلی اورریتد همه چی گرون آخ همه چی علنا گرون رستوران پیدا نمیشه گل مثلا شاخه ای مثلا دو دلار بوده شده بیس و دو دلار الان گل خیلی گرون گل با اصلا عجیبه من من واقعا اگه که بخوام ولنتاین گل بگیرم از این به بعد دو هفته قبلش میگیرم میذارم تو فریزر آره کار اسمارت بده دوستام گل کی برای ما این درایو آره خدا یه, یه, یه... فریزر پیدا کنیم بریم بذاریم توش هر روز ورنتاین بود که به زنگ زدم این دستگاه ماساژ گرفتم و اینا بله بله تو کاسکو بودم و کاسکو گلاش خیلی معروفه دیگه به سالم بودن و با کیفیت بودن و اینا جدی خیلی میمونه آره قیمتش هم خوبه نسبت قیمتش هم همیشه مناسبه بله بعد من رفتم کاسکو و گفتم خب الان که اینجام دیگه گلم بگیرم از اینجا رسیدم به باجه گل دم فقط روز زرد داشت فقط حالا من مثل که هر روز یه معنی داره برای ریلیشنشیپ یا که لغزنده است کل باجی روز زرد یعنی حتی لاله هم نداشت اصلا لاله یه چیزی هم داره ولی واش مگه میخوای بری سر مزاری که لاله میخوای بری لاله خوشگل داره بعد گفتم خب اینجا که نشد ولش کن میرم اصلا تو <تص> طول روز یه جا کل میگیرم بعد اومدم بیام دم باجه پس دادنی ها ریترنا دیدم دو تا گلدون و مثلا 20 شاخه روز قرمز اونجاست پریدم عین خفاش روش این ماره کیه همین الان ریترن شده بعد اونجا به هم زده بود دیگه گفتم مگه گل هم شما پس میگیرید گفت ما همه چی رو پس میگیریم گفتم چرا ریترن شده گفتم چرا ریترن شده گفت یارو دیروز 52 تا خریده بود از ما میخواسته ریسل بکنه بعد هی سوال میپرسم گفتم مگه ریسلر میشه کردین دنبال موقعیت بودم <applause> گفت دو تا اضافه آورده اینه و اون یکی اون یکی هم یه آقایی بود پریده اینه من روش گرفت بعد ما اینو اومدیم بیایم پولش رو بدیم تو صف مردم با نفرت ما رو نگاه میکردن چون نبود یه گل قرمز خیلی خوشگل بود نبود بعد اومدم تا اسکن کردم دیدم زده یه عدد خیلی زشتی ناهنجا آره چند برابر شن... حالت سه برابر دقیقا سه برابر بعد برگشتم به گفتم گفتم این درسته خود درسته گلدون داره ولی سه برابر گفت آره ناراحت میشی چند بوده 60 دلار 20 دلار همیشه 20 دلار اونا سه برابر دیگه قشنگه آره بعد ولی گرفتم اومدم حالا چسبید خوشگل بود ولی دیگه تو چی؟ من چی؟ تو به نظر دوباره ده کامنتی نه روش چرا کامنت اینه که حالا خود و مفهوم روزه لزومن که بد نیست اونش مشکلی نداره ولی این کارهایی که تو اون روز تو باید انجام بدی بعد دیگه قشنگ همون چیزی که ایمان گفت یه ای درست کردن بعد یه تمپلیتی هم برای آدما تعریف کردن که شما حتما تو این روز باید گل بخری شکلات بخری نمیدونم خیرسه با. چیچی قرمز بخره و یه رستوران اصلا حالم از اینستاگرام به هم خورد آلو. یعنی آلو. همه این کسایی که من میدونم ما مشکل دارن یارو یه جوری قلبو کشیده بود برای اون یکی تو اینستاگرام من هیچ پست مربوط به چیزی نداشتم توی. آجی همه یه. من اصلا دوستوری. تو اینستاگرام شخصی خودم نرفتم دیگه من فقط تو اینستاگرام چیز خودکست و اینا بودم که میدونم منطقیه اصلا هر چیزی که نیازه به شوافت داشته باشه حالا من این هفته یه پادکستی داشتم میدیدم همین پادکست کامیدیان یعنی و اینا بود چند نفر نشسته بودن پشت سر تیفتگی؟ نه اونه که برندن و تیوبان دارن خب. کینگ تنستینگت میکنن خب بعد یکیشون داشت میگفت که من رفتم وقت گذاشتم توی این سوپرمارکت‌ها یه دونه کارت 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 پستال میگن بهش متن خوبی هم نوشته بود دیگه میگفت من با متن هار کردم میخواستم اینو بدم به دوست دخترم میگفت خریدم آوردم بعد زیرش یه مثلا امضا زدم یه قلب کشیدم یه تاریخی زدم همین دیگه چیزی ننوشتم چون اون متنه توش بود و اینو دادم دوست دخترم و مثلا یه شکلات هم خریده بودم اینو گفتم ما یه کاری کردیم دختره شاکیه این چیه این چرا چیزی توش ننوشتی این این که نوشته شده مال کارته تو حرف خودت خودت چه نمیشه گفت تازه ما دعوامون شد که بابا من من خودم این حرفا رو دوست دارم این <تصحنت> <من. متصحنت> اینو حرفا اینو حرفا دل من خودش نمیشه دیگه امضا ببین جالب بود که این اونام دقیقاً چهار تا سیبیل هم قله ایمان تا داشتین خاطر تعریف می‌کرد همشون ریاکشن‌هاشون اینطوری بود منم خودم تو این موقعیت بودم که مثلا خوبه دیگه حالا اینو بگم حالا بعد از یه مدت دیگه مثلا مثلا یه صفحه هم کافی نیست یعنی yani باید دو رو بر کنی خوش خوش ضروره کم میمونه دیگه کم بیاد بده آخه آخه تو کیس من اصلا فکر کنم نگفتم تو خودی از جوری که پروپوز کردم و شاید الان الان وقت خوب باشه بگم چون چون انیورسری ما هم میشه دیگه چون من ولنتاین پروپوز کردم این اتفاق خیلی میفته که تو ولنتاین پروپوز میکنن چون مهمه که لباس اینا خوب پوشیده باشی اگه بخوایم عکس اینا بگیرین که عکس اینامون اتفاق نیفتاد ولی من چرا اتفاق نیفتاد چون توش بود آره. من دوربین اینا کار گذاشته بودم دوربین همین آیفون قدیمی دوستمون ایمان بود بعد این کیسش از این کیس های رابر بود اون جنس بعد <تص tienen> اینی که گذاشته بودم همین تو آروم آروم این آیفونه ولی صداها رو گرفته صدا رو خدا رو شد بعد مثلا پای ما پیداست که من مثلا زانو زدم اون پیدا پیداست فقط و خودش این آرته این مجرد. آره تو بگم از یه زاویه دیگه نه. این صحنه آره، رو کرده آره کلا کاری که من کردم مهدابینا اون آپارتمان که زنده می‌کردن روبروشون یه هتل بود ام. من رفتم اتاق آره دیگه اتاقی که صاف روبروی آپارتمان اینا بود و از هتل خیلی آره بوک کردم و رفتم تو تو هتل رو پنجره که پیدا بود از حال آپارتمان محتابینا. روش نوشتم که مریمی با علامت سوال درست آره اینو نوشتم آن با چراغ با چراغای ریز LED. که با چی... کنترل روشن میشد و سپردم به هتلیه که آقا فلان ساعت من به تکس میدم و بیا روشن کن و اینا آن بعد این اتفاق گفتم من تکس دادم الان وقتشه روشن کن اون هم که یه ذره طول شما پنجره <applause> آره دیگه ما آمد... ما دیگه تو آ... آپارتمان مرتبی بودیم بعد من دیگه داشتم اضافه کاری میکردم یواشکی تکس میدادم مثلا مردم گفت به کی داری تکس به اون یکی زیدمه بعد روشن کرد و اینا بعد من مهتاب اینجوری کردم دیگه گفتم اونجا رو ببین بعد این همین قضیه بود که طرف میگفت فهمید گفت... چیز که فکر یکی دیگه نه دیگه اون فهمید و بعد من زانو که زدم هیچی نگفتم چون زانو زدم مثلا میگی که با من ازدواج میکنی اینا ولی چون من اونجا نوشته بودم دیگه هیچی نگفتم <applause> بعد زانو زده بودم مهدا فهم... میگفت چی تصور کن فرض زانو زده دست چون اونجا نگار کن <applause> باور کن زانو زدم بخون دیگه از روش چی گفتم از صبح تا حالا نوشتم بیشتر بیشتر مارو دیدید به زبونم زمون بیاده دارید مارو چقدر میخوایید تغییر رو کنید از که زدم از صبح تا که دارم میدوهم اینجا هم بگم وای یادش میکنه برزاد رو همینجوری به نجیب بودن و کیوت بودن میشناسن دیگه این رو که الان گفتی دیگه خیلی دیگه کیوت بودن رو نداره آره یالا که خواستم بگم گله ولی خب اعتماد داشت زیاد الان صحبت کردیم دیگه کردیم. چیز بعدی که می‌خوام در صحبت بکنم لایبرریه کتابخونه. خونه به نظر شما الان توی حالا فصل تو فصل توی زمان اینترنت و دنیای ارتباطات وجود داشتن مثلا کتاب خونه به اون بزرگی توی مرکز شهر واقعا نیازه ببین من حالا با کتاب خوندن مشکل نرم و میدونم کسایی که کتاب میخونن مثلا اصلا یه دنیای دیگه است برایشون کتاب کاغذی داشتن یه دنیای دیگه است ولی مثلا مثلا وجود داشتن یه همچین مرکز به این بزرگی که آدمات نم چقدر میان ویزیت مثلا کتاب خونه فکر نکنم زیاد باشه واقعی آخه نمیدونیم باید حالا به نظر خودت به نظر من اوورریتده الان oh, um, آخه میگی اون rate. اون اون کتاب خونه نباشه چی بزنن کافی شاپ درست کنن نه نه میتونه چیز دیگه باشه حالا تو کتاب خونه اتفاقای دیگه هم میفته آره تو یورو دیدی نه یورو دیدی احساس میکنم یورو که دیدم آره نه ولی مثلا اتفاقای فرهنگی خیلی میفته یه سری کلاس زباناتوش توش برگزار میشه یه سری مثلا کلاس کامپیوتر به یه سری افراد مثلا مسن من اینا که حالا تو کتابخونه شهر خودمون دیدم مثلا این مدتی ای که یه مدت بچه ها کار داشتم اینا یه قسمت ب... چیزم داره دیگه واسه بچه ها میرن سرگرم میشن و کتاب و اینا من ولی... خودم یه مدت آ... 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 کار میکردم تو کتابخونه. خونه یعنی میشستم از محیطش استفاده میکردم چون آروم سر و صدا نیست محیط پیکی هم هست من بیشترین استفاده که کردم از کتاب خونه اینجا کتاب خونه اسفیو موقعی که تز می نوشتم و میرفتم خیلی باحال بود حالا چند طبقه بود بعد یه جایش مخصوص این آدمایی بودن که مثل ما داشتن حالا تز می نوشتن با حال دیگه تو میری توی اون محیط که قرار میگیری چون میگن این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشد میرفتی اونجا همیشه یه سری آدم بودن هم درد. آره هم درد تو من خوش هم با حاله. من خوشم میاد باحاله منم تجربه فقط تو دانشگاه بود و یه جوری شرطی شده بودم مثلا یعنی درس اینا میخواستم می بخونم یا پروژه اینا داشتم فقط با کتابخونه همین کتابخونه که کارو میگه میرفتم و خیلی هم بودن تو دانشگاه که اصلا متنفر بودن میگفتن ما یه دقیقه نمیتونیم تو اون دانشگاه بریم تون که تو اون خنه. کتابخونه کتاب بریم ولی من ببین حالا برام من اینطوری بود که من تو دوران دانشگاه واقعا اینطوری بود که هر موقع میرفتیم کتابخونه برای مسخره بازی می یعنی هیچ کدوم از دوستای من حداقل هیچ کدوم از هم دوره یای من هیچ کس نمیرفت کتابخونه درس بخونه یعنی یا میرفتم مسخره بازی در میآوردن یا میرفتن کانتر استرایک بازی میکردن بچا شبکه استفاده ببین کارهای عجیبی میکردن تو استرالیا <تخل> من همین واقعا اینطوری که من اصلا زده شو هر موقع میگفتم بریم خونه میرسم که این اسایمنت انجام نمیشه آره 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 و واقعا حالا من از اون آدمی بودم که زده بودم گفتم آقا من تو خونه کارم انجام میدم من اصلا بیرون رفت دیدی مثلا میرم بیرون درس میخونه. اون اونو اصلا نمیتونم یا اصلا کافی حالا ببین چیزش اینه که حالا من و تو شاید یه خونه ای داریم که ساکت کسی توش نیست خانواده مثلا بدورن مثلا میشه اونجا نشست درس کن ولی کسایی که مثلا فکر کن یه با شیش نفر دارن توی خونه زندگی میکنن چه میدونم یه پتم دارن همین توی اتفاقای مختلف میفته تلفن زنگ میزنه میگه بیا لوبیا رو بریز اینجا یکی میگه برو مثلا زیر برنج رو خاموش کن هزار تا اتفاق میفته میگن تنها مثلا دلیلش که آلید. هست آره شخصی کلا خونه دانتون رفتی شما من یه بار رفتم خیلی جالب خیلی خوشگله دیدی ساختمون و دیدی عظمت و اون وسط نزدیک خونه با با با. تو دیگه آره آره. خیلی قشنگه چرا خوب ولی دارکش میکنه. بگو این کتابخونه خوشگلی که میگیم از بالاش تقریبا هفته نه هفته ولی ماهی یه نفر خودکشی میکنه نه بابا آره چقدر آره حتی از این تلفن ها واسه گذاشتن از این تلفن روی پول. و من با یه لایبرری را کارو, کارو راه داره و راه جالبه هستم. که بگیم مثلا ببندن ولی خب هنوز بازه با این خانومه که صحبت میکردم یو ثینک خانومه که اونجا کار میکنه میگفتش که من دوبار دوبار دیدم که صحنه برخورد <مسید> می رفتم واسه چرا وایدی چی گام بک تو دث من <تصفح> اصلا همینطوری هی hey, من دارم سعی میکنم هی وی گام بک تو دث شما که چاره وسی به فرهنگ و تمدن میخوای کتابخونه آتیش بزنی من بزنی فرهنگ و تمدن امم hast فکر نتیجه این نگرفت نه شما فکر میکردین که میکسه نه شما فکر میکردین اصلا این مفهومو توی اووریتد اندرتد نباید بیارین چرا من چون ببین یه چیزی چرا <حتم> بریر میذاری چرا چارچوب میذاری چرا نمیذاری چرا چارچوب میذاری خب بگم دیگه سوال میپرسی نه نه سوال میپرسی بعدش هم بگو به خاطر اینکه این یه مفهومیه که ارزشش ثابت شده است این که الان به ارزشش کسی توجهی نمیکنه بحثش جداست این فرهنگ الان اینجوریه ولی ارزش کتابخونه ثابت شده است ولی ارزش مثلا مفهومی مثل گل دادن حتما توی روز ولنتاین اون شکلات رو اون رستوران رفتن این چیزی که ثابت شده نیست ام. برای همین میگم اون میتونه اوورریتد اندریتد باشه ولی یه مفهومی مثل کتابخونه ممکنه فرهنگ الان بهش توجه نکنه جامعه الان به یه چیزی مثلا یوتیوب دوست داره نگاه کنه این بحث شده است ولی خب اون یه ارزش ثابتی ام. داره نه 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 من اصلا به ازات نیست به اینطوری که ارزشش ثابت شده است منم نمیگم کتاب نباشه یعنی من میگم که اون کتابون رفتن و... فقط خونه. اونجا که کتاب نمیخونی پ... مثلا کلاس برگزار میشه ها من میگم که اون مثلا فسیلیتی به اون بزرگی برای چه میدونم استور کردن کتاب وسط شهر وسط مثلا میتونه شما ریسرچ لب باشه میتونه چیز مفید باشه خب ریسرچ لب میتونه باشه کاملا تو کتاب خونه تو میتونی ریسرچ کنی دیگه تمام مثلا لبای نه, نه. دو... لبای مثلا چون کامپیوتری یا مثلا لب یه کار دیگه ای مثلا باشه یعنی میتونه مثلا استور کردن کتاب بره خارج از شهر توی انباری اتفاق بیفته خب چرا اونجا جای کسی رو که نمیگیره <applause> <applause> کتاب یعنی خونه باشه همون دارم بهت میگم کارهای دیگه میشه توش کرد یعنی من حتما نباید مثلا کافی شاپ باشه اونجا انجام میشه دیگه ریسرچ لب دقیقاً ریسرچ اونجا انجام میشه دیگه بعید بدونم تو لایبرری نورث ریسرچ لب انجام بشه یهو نورد فر دست اونجا دیگه ریسچ میگم مثلا چی لازم ولنتاینم مثلا اونجا اجرا میشه آقا ایمان لایبرری آره اول با این صدا چه صدا تو اینطوری برام نند تا گل تو رو قران یه چیزی که خیلی صحبت میکنن در موردش اینه که بریم مثلا با قریبا مثلا صحبت کنید بشناسید آدم های مختلف و یه که خیلی مثلا میشنوی چرا نمیری بیرون چرا نمیری با قریبا مثلا آشنا بشی چرا دوست پیدا نمی کنی این مذار من خیلی overratedه عرب. یعنی یه جوری overratedه آره توش همین طوری دارن تو خیابون شهیدی جایدن فقط استابینگ و اینو داره دوانتان. تو دانتان توی مواظب چپ و راست دارن همدیگه رو با چاقو میزنن چپ و راست دارن ملت همدیگه رو با چاقو میزنن چرا یاد فمیلی چرا ولی اون قسمتش از چاقو میزنن به هم ولی الان مثلا واقعا من دوست ندارم برم آدم غریبه بشناسم آخه این اصلا به تایپ شخصیت خیلی مربوطه مثلا من خودم کامل معذبم من اصلا نمیتونم با آدم غریبه صحبت حتی آدم چرا بعضی هستن که اون روز خون رفتیم بدیم اون خانم اصلا کلا با همه داشت صحبت میکرد تاپ شخصیتیه تایپ شخصیتیه اون شغلش ایجاب میکنه یعنی اصلا اساس میکنم این زنه کارش اینه که تو مثلا کار... کارش اینه که تو رو مثلا باد گرم بگیره آره گرم بگیر اصلا پرت کنه برون گرا درون گرا دیگه خود مثلا ایمان خود ما خیلی آدم برون گرایی دیگه راحت با همه ارتباط میگیره ولی آره. ما مثلا اینجوری نیستیم سخت یه ایمان دیگه دارم میگن من, من نمیگم. ولی به شرایطش داستانه... هم فرق داره. تو داشتی داستانه حالا تو نگفتی داستانش رو بگی. نه اون آشنایی که پیدا کردی با اون آواز... آقا تو شک و آشنایی با آقا ببینش برای اون بگو ما ما قبول میکنیم بگو برای ما ما اینجا اوپن خود کس. آره. هست تو ایمان دست زد به دوشک من دست زدم خیست بود <تصفيق> <تصفيق> نه رو سنگ میخوابه تن نزدی اصلا, نه. اصلاً دست بهی زدم کمرم گرفت یه ذره به آره واقعا مثلا همینه همینه ببین این میزه شکم داره فشام دی <applause> یه ذره میده هم دقیقا همینه <applause> آره من همیشه با دوشک مشکل داشتم بعد دیگه این سری اصلا خود شد دیگه این دوشکر مثلا دو سال داشتم و کلی هم با تبلیغ و اینا خریده بودمش فکر میکردم که خوبه بعد دیگه نرم شده بود حس میگم دیگه نرم ها اینا بعد با فرضات که صحبت میکردیم توی اون هات تابی که <applause> توی چیز نشسته بودیم کبین فرزا گفت بیا برو از این باکس ها بگیر که میذارن زیر دوشک اون کمک میکنه <applause> خب بعد من سرچ کردم دیدم آره واقعا دلیل داره که چرا اون باکس میتونه کمک کنه بعد یه دوشک شک فروشی هم بود لوکال مثلا از 1964 تی ونکوور <applause> <applause> خیلی ریویوهای خوبی داشت توی نه توی چیزه ونبلزو ونبلزو این این وریه که چیه <applause> بعد پاشم رفتم اونجا رفتم در واکی مثل نبود بعد یه عزیزی اومدن و گفتن چه خبر اینه گفتم آره مثلا باکس میخوام گاره داریم انقدر بعد آره گفتم که من حالا یه دوشکم میخوام گفت چه مدر گفتم سفت خب بیا این سفت در این دوشکیه که داری من خودم از این استفاده میکنم دست زدم و اینا روشم یه درازی کشتم گفتم که نه این نرمه من دوشک قبلی قبل اینجوری بود اصلا جواب نمیده بود این که داری. گفتم ببین من تنها چیزی که جواب داده اینه که من روزمین خوابیدم و اگه اینه بیا اینجا بیا برام پشت بهت اینه ببین شک نشون داد گفت بیا اینه این کامل فوم سفت آقا دست زدم زندگی این رو برای فرزاد فیلمش فرستاد اینو به زور که فشار میدی مثلا هفت دهم سانت میره تو خب با چقدر دست فشار میدی آره سیف آره. با بح... یارو قشنگ معلوم بود از این نجات پرستاز گفتش که اینو فقط پیرمرد پیرزنای چینی میخره گفت حتی نسل جدیدشون هم دیگه نمیتونه روی اینا بخوابه گفت اینو پیرمرد پیرزنای چینی میخره من یه دیگه ذهنم بود خب نه <applause> من یه ذره فکر کردم و اینا گو به حالا <applause> میتونی بعدا به من زنگ بزنی همین یه دونه است که مثل سنگ دیگه بگو اینو میخوام <applause> من برات میفرستم <applause> میدونم کدوم یه ذره فکر کردم و که همیشه مشکل داشتم دیگه این دقیقا همون چیزی که من میخوام گفتم آقا من اینو میخرم بعد رفتم اونجا داره بعد عین ایران چیز داشت مینه به فاکتور عین فاکتور ایران یکی کاربن داش زیرش عین همون برگ خیلی خوب بود قشنگ آدم قدیمیه بعدی داشت میدهش گفت آره این چینیا میدونن چی کار کنن زرنگن اینو میخرن این پولو میده این 15 سال کار میکنه این دوشک خراب نمیشه فوم خالص نه فنر ده. هیچ وقت خراب نمیشه یه چیزی خلاصه اونو گرفت الان راضی از خیلی حال بعد دوشک قدیمی رو همونا بردن آره, آره دو کاری کار, کار مناسبی اونا بردن بعد اون که اومد دلیور کنه دو تا پسر جوون بودن اومدن دلیور کنن اینو گذاشتن و یارو گفتش که آره این خیلی سفته دو هفته دو سه هفته طول میکشه بهش عادت کنی گفتم که من قدیم روزنامه میخوام گفت او پس این خیلی برای نرمه خیلی ولی حال میده الان یه دو هفته ای شده نه که داریش آره یه آره دو هفته است پس راضی بودی کمر درده بهتره نه آره خیلی حال میده دلیل آه. هم داره دیگه جدا شکین نرم چرا کمر اذیت میکنه اگه خیلی نرم باشه مثل که دو تا اتفاق میفته یکی این که شما تو طول شب کم جا به جا میشید فرض کن تو دو ساعت یه جا بشینی سر میشی دیگه فرض کن <تصفح> <سیده. سیده. تصفح> <applause> دلیل دومش شب اینه که خیلی که نرم باشه بدن از فرم طبیعیش خارج میشه آه. بعد عضلات و اینا برای اینکه بدن تو فرم طبیعی نگه دارن بیشتر آه. کار میکنن تو طول شب اصلا صبح میشه خسته ای شب صبح میشه اگه کمرت گرفته یعنی اینکه عضلات داشته کار میکرده در ساعتی که سفت باشه خب اصلا انسانم طراحی نشده که رو جایی نرم بخوابی چند سال مگه ما رو دوشک میخوابیم تو قار میخوابیدیم سفت بوده راحت میدیم برم بعدی خواهر بردر داشتن underrated یا overrated مگه نه به نظر مثلا این که خواهر مگر را جلو مثلا اینطوری که مثلا دیدی میگن که پدر مادر که نه خواهر بردر داشتن خیلی مثلا میتونه بهت از لحاظ منتالی کمک بکنه مثلا اینا تو بزرگ شدن بهت کمک میکنن من فکر کنم معمولیه آره. من من فکر کنم معمولی یا حتی آندرریتد حتی آندرریتد من از آندرریتد آره. آره. آره واقعا خیلی چیزه من حالا حداقل تو این مدت اینطوری بود که مثلا خب با وقتی یه سری اتفاقایی میفته خب مثلا با پدر مادر مستقیم که نمیتونی صحبت بکنید دیگه بعد یه آره. کسی که نسلش این نه به صورت, مستقیم مثلا به خاطر اینکه حالا نسل ها متفاوته شاید خودت اولش راحت تری که با کس دیگه که شاید به توی ذره از لحاظ سنی نزدیک داره و اون اکسپریانس هایی که تو داشتی هم تقریبا اون گذرونده دیگه یعنی از لحاظ توی همون محیطی که بزرگ دقیقا یعنی تو همون محیط بزرگ شده <laughs> آره چی خب بگو برام بگو دیگه آره آره مثلا با هم دیگه مثلا همون محیط رو گذروندین یه سری اکسپرینس های مشابه دارید شاید به هم دیگه تو مدتی که این مثلا مشکل وجود داشته و هم دیگه هم موقع هم صحبت نکردین ولی الان که گذشته ازش رو میتونید هم صحبت بکنید خیلی کمک میکنه من underrated. آره احساس میکنم خیلی آندرریتده و کسایی که خبردار ندارن من از من دارم دیم میسینگ اوت تمام چینی ها اکثرش چرا داریم با چینی می ها میکنیم بعد <applause> مجبور شد ورداشتن آره. یه دونه بود بله اون زرنگاشون هم چیز میکردن باید جریمه میدادیم جریمهش میدین چقدر بود آه. یا نمیدونی اگه خونواده مثلا ایرانه بود که تا آخر زندگیش منت میذاشتن سره آره <تق cost> من جای تو بتونستم بینز بخرم بیس نمیاری؟ از راحتی خودمون زدیم که تو بیای. اینو تو آمریکا هم مادر پدر با بچه هاشون میگن تحقیق کرده بودن بچه مثل که تا 16 سال که میرسه مادر پدرها حدود یک میلیون خورده دلار دولار هر خرجش کردن بله بعد من شنیدم که مثلا خانواده آمریکایی و گفته مثلا تو برادر نبودین ما الان دو میلیون دلار بیشتر داشتیم خب بعدیش دایسی رو داد بالا آستی همه چی من دادم بالا یه سیزم دادم پایین بعدیش اورال سکسه سکس دهانی سکس چرا تحجیمه شد سریع رفت سراغه این لامسته با خود ما یه زمانی راجع به چی حرف میزنیم ایمان سرخ و آبی و قرمز میشد هر زمان سال چلو اینو میخوان بشنون آره. من تازه فهمیدم خب شاید چیز دیگه هم بخوام بشنم آره. بگین شما آره. یعنی همین ادمی که هر کی هر چی بخواد من همه چی دیگه آره همه چی دیگه اینجا الان بگم ولی خب جالب بود حالا من ته تحقیقاتی که داشتم میکردم خیلی مثلا تو دو سه تا بلاگی که خوندم اینو تو همش اومده بود نمیدونم چرا انقدر الان حاته اورال سکس نمیدونم چرا در, ها... در قدیم نه حالا توی تمام این بلاگ های اندرریت و اوورریتد نباید بیاد یعنی یکیتون حالا دیگه به این اعتقاد نداشته باشیم مثلا چیزایی بود که مشترک نباشن ولی این توی سه تاشون مشترک بود <تصفح> من نه 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 بزن نه بزن این قضیه مثل که قدیم خیلی قب داشته دقیقا همینه میخواستم بگم اینو من کجا میدونم من که قدیمی نیستم توی کتاب سیکس فوردامیز آقا این فوردامیز ها یه مجموعه کتاب همه من خیلی دوست داشتم underrated من ایران که بودیم FTP دانشگاه ما فایل سروریه که شما میتونی همه چی ازش دانلود کنی مجموعه کامل این فوردامیزا رو داشت <تصفيق> <تصفيق> بعد خیلی هم نمیدونستم من اینو کشف کرده بودم و رفتن همه رو دانلود کرده بودم این... اینو داشتم میخوندم بعد توی اون توضیح داده بود که حالا مثلا چه اشکالی داره اگه همسرتون دوست داره شما برای خوشحالیش میتونید این کارو بکنید یا آخر دنیا نیست بعد گفته بود اصلا شما در طول روز با اجسام به مراتب کثیفتری در ارتباطین اگه نگران کثیفی اصلا چیزی کثیفی نیست این قضیه قدیم مثل که خیلی قب داشته میشه اینجا یه رفرنس بدم بله اه بله. اه بله کسایی اه. که سوپرانوز دیدن هم اه 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 تو هم خواستی اینو بگی آره خودتون یا آره امو. یا اموه. اموه آنکل جون, آنکل جون آره. اصلا دوست خب اینا مافیا بودن دیگه مافیا ایتالیا اصلا دوست نداشتن که بقیه بقیه آدم بدونن که این کارو میکنن ام. با حالا پارتنرشون آره اینا. افت داشت براشون خیلی افت داشت و اموه یادتونه تو با اون زنه که بود بریک اپ کرد انداختش بیرون آره آره به نظر من آن آره دیگه یعنی يعني... ولی من جای خوبی داره. از جامعه رو داره آقا یعنی اون فیلمه چیه؟ سرش نمیزنه رابرت جنیرو داره به... نه ولی خیلی چیزه کم استفاده میشه احساس میکنم <تصحب> <تصحب> مرزاد اینه دی... بچه گم تو شهر بازی فیلم. فیلمه؟ پلیلند ها؟ پیانی فکرم رابرت جنیرو داره به اون یکی میگه این مثلا داشته خیانت میکرده بعد آریشمنه نه،, نه 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 نه, میگه چیکار شاید باشه بعد یارو ازش میگه چرا این کار میکنی بعد میگه که شوخی میکنی من اون دهنیه که خانم میگه چرا مثلا با خانم این کارو نمیکنی بعد اون میگه که این دهنیه که بچه‌هامو باهاش میبوسه آها. نمیشه آها آه. فکر کنم کازینو آره فکر کنم اصلا داره با آلپاچینو میگه ها؟ این دیالوگ این دو نفر دقیق یادم نیست این صحنه رو من دیدم خیلی جالب خیلی دیالوگ جالب خیلی دارک شد <laughs> <دارک شوید. laughs> خب برگردیم بریم سر یه یه چیزی بگم بحث رو مطرح کردی گفتیم اینا قدیم مسئله بودی که قب داشته این قباحت این داستان ها همه چیزای فرهنگی دیگه تو طبیعت این رو گذاشتن شما ازش استفاده کنیم توی اون محیط حالا صمیمی محیطی که چرا میخنی؟ یه هست استفاده کنیم میدیم میرو ما یوزه منوالش اگه خواستیم بگین ما میتونیم بنویسیم توی اون محیط سمیمیتی که دارید که آدم ها به هم اعتماد دارن شما آزادید که هر کاری دوست دارید انجام بدید نذارید مسائل فرهنگی جلوتون رو بگیره. و هر کاری یعنی یه خلاقیت شما لیمیته میگن اسکایی زلیمیت ادام پایند آخریشم بگم نپینگ خواب قیلوله خواب بعد از ظهر آره من به نظرم من خیلی دوستش دارم ولی هر موقع اتفاق میفته از زندگی میفتم اون روز کامل تموم میشه ببین چون من شخصا به،, به نپ اعتقادی ندارم یعنی من یا میخوابم که بخوا... یعنی من میخوابم مثلا نپ چقدره؟ نیم ساعت یه ساعته یک ساعتی هر شاید تو زندگی من پنج بار اتفاق افتاده خب که نیم ساعته مثلا یه ساعت بلند شد و موقعی که اتفاق افتاده خیلی خوب یعنی مثلا سردرد داشتم خوابیدم ولی بعدش من میرفتم ایش. جایی مثلا دیگه فیکس و عالی بودم و اینا ولی بعضی موقع به نپه اینطوری که مثلا پنج ساعت یهو میخوابم یعنی مثلا ساعت یازده شب بیدار میشم بعد دیگه کلا دیگه مثلا تا یک ماه همه چی میریزه به هم اصلا کلافه میکنه ولی خیلی حال میده اون نپ نیست به من خوابه خوابه بعد از ظهر خواب شب خیلی بیشتر دوست دارم سلطان نپ چی فرهاد چرا آن دیمن برات نپ میده نیم ساعت بیدار میشه فرش فرش نه آره آخر من چیز من من نمیتونم. من نیم ساعت طول من مجبور شدم که ای خوابم رو انتخاب کنم. من, <laughs> من <laughs> ان بیشت... چیز <laughs> که میرفتم. خب دو ساعت رفتم و دو ساعت برگشتم. بعد تایم هم خیلی کم می آره. میرسیدم دانشگاه خسته بودم قبل اینم که میخواستم را بیفتم برگردم بازم خسته بودم کلا خسته بودم بعد من زیر میزا تو کتابخونه میخوابیدم یه سری عکس هست اگه باشه میذاریم رو ویدیو کوله پشتی رو میذاشتم زیر سرم ماسک هم کار زیر میز میخوابیده پس یعنی امید هست تو تسلا زیر میز میخوابه خب تو تسلا هم یه دونه چیز داشته باشه تخت داشته باشه خب اونم شاید مثل کارون کمرش خب تخت دلش یاره ایلان ماسکه براش با هر چی بخواد براش تخت درست کنه شاید شب <applause> یه چیزایی بعضی موقع میگی احساس میکنم سی سشه بعضی کارهایی که میکنه سی به قرآن آره بعضی هست یعنی بعضی هاش صد درصد پابلیسیتیه کلا اکثر کارهایی اینجا حالا تو میگی سیس دیار... دیگه تو چی؟ نشون بدن شوه تو ولی همه چی میگم تو با لفظ سیس میگی آها آها شوه نشون دادن دیگه آمریکای شما آخه مثلا زیرمیز دیگه کاری بود که مثلا از سن آقای دکتر همین نجات ما انتظار داشتیم که اصلا برنشم شما اینو من خوندم که هنوز یه سری کارا رو نکرده بود خیلی بهش کردیت میدادن اون موقع به ایران ماس خب چون میگفتن مثلا مرد آینده است و خیلی تغییراتی داره انجام میده ولی واقعا مثلا یه سری کارا کرد خیلی دیگه شاید حالا من نوعی شاید خیلی بهش کردیت ندم چی مثلا؟ یعنی بگم که شاید میتونه شو بوده باشه ولی اون موقع از من میپرسیدیم من میگفتم نه این مثلا واقعا بود. آره دیگه رو میخواد می مثلا جلو ولی پاشد اومد مدت نمیدونم تو اون پادکست یه کاری که سوامش دامپ بشه یا یه سری حرفای دیگه. اون نبود اون اسکندل... اسکندلش با گناهش أشورین. دره... یعنی نمیدونیم که واقعا اون ویدیو کشید بران که سوا. اون نمیشه فهمید. خب همین دیگه پس یعنی ما اینجا... ولی میدونی که من اگر که بخرم سهام یعنی باید به من پول بده من بخرم یه جوری سقوط میکنه تسلا کس میشه دیگه دو دوش اصلا اینطوری نیست الان ببین بی سیم پایین نه الان که وارد ریسشن داریم میشیم دیگه ببین شدیم مگه نمیدونید بدونید اپا من گذاشتم الان پولی که تو جیبت 7 درصد پایینه الان دو هفته دیگه میخوان گرون کنن شما چیو میخوان گرون کنن پولو یه یه دلار بحران اقتصادی داریم میشیم یا خلاصه این بحران اقتصادی که قبل قبل کووید واردش بشیم یا بتون میاد دقیقاً نشین همین صحبت قبل کووید بود قشنگ کووید هیت کرد همه یادشون رفت اصلا هیچ کس دیگه در مورد صحبت نکرد کم به این قضیه اضافه نکرد ببین این موقع زمانی که شما وارد یه سر بیزنس بولت پروف بشید <laughs> انرژی گرفت از این حسی تو به دوست دارم من دیست کنم دوباره اون مفهوم هایی که ما نمیتونه خودش رو کنترل کنه نه, نه میتونیم برگریم ولی خ... خ... چرا یه ها پریدیم از این بیزی دیگه خیلی یکی از کامنت هایی این بود که آقا تو رو بارا نه نه خواب بود فرضا که من سلطان نپ سلطان نپی نه در وقت ایلان ما صحبت کردیم بعد در وقت ریسیشن و محمود هم اینجا دو سال سدیم اسمشون اومد گفت بولت پروف آره ایمیز. پس نپینگ از نظر شما اووریتد آندر ریتده واقعا مثلا اووریتد خیلی تحصیل دار داره خیلی محصول بعد بلی نپ درست آره ماکس یه ساعت بلنش من کل سال کنکور از مدرسه میرسیدیم ساعت سه و روب سه و نیم من یک ساعت میخوابیدم بیدار میشدم یه قهوه میخوردم شروع میکنم درستان کل شما این کار کردم خیلی جواب اصلا مثلا <coughs> چونم تو اگه شب 8 یه هشت... جواب گرفتی از کارت از که تو میگیری خوشحال میشه تو شب اگه هشت ساعت بخوابی این قابل مقایسه نیست با اینکه این شب هفت ساعت بخوابی طول روز یک, ساعت, ساعت. دومی خیلی بهتر از, نه، طول, از شب... نه طول روز یک ساعت از میگم من همین دارم بهت میگم اصلا طول روز یک ساعت از ه ساعت بهتر نیست در مجموع هشت ساعتی که یه ساعتش طول روزه از در مجموع 8 ساعتی که 8 ساعتش تو بهتره آها یعنی هفت ساعت شب بخوابی یه ساعت روز بخوابی نمیشه سه 3 بخوابی مثلا 3 تو بخواب مثلا ولی شماعی. به نظر من نرماله یعنی اون وسط دیگه نه نه به نقل, نقل میشه نقل میشه کامنت چی داری برامون کامنت به کامنت داریم آقا شما هم نظرتون رو برای ما بنویسید آه. اگرم چیزی هست که میخواین بدونید از نظر ما overrated underrated بگید, بگید ما میگیم. ما, <laughs> ما میتونیم یه افیزای دیگه هم بریم <laughs> بگید ما میگیم آره اه... رزا کامنت داده رو یوتیوب سلام رزا اه... اگر میشه تایم تایم بذارید موقعی که نیازه مستقیم بریم سر اصل مطلب یه yeah. فکر کنم اسمش علیه یه علیه. آره. علی آقای تایم سمپا رو میذاره آره اتفاقا علی اصغر رو میگی آره 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 یه جوری میگه علی اصغر میگه نه. مثلا پسرموشه نه حالا میخواستم من اسمشو بگم آره. آره علی اصغر دمت کم تایم سمپا رو به ما بدی من اضافه میکنم توی دیسکریپشن کلا خیلی بچه باحالیه رو یوتیوب چند تا و توی و دیسترپشن ویدیو دیسکریپشن که نه باید مارک کنی خود ویدیو رو نه توی دیسکریپشن بذاری خودش مارک میشه حتی تو کامنت ها ایشون خودش چیز میکنه من فقط بعد کپی پیس نه کنم نه بعد این کارون تویتر نیست روی چیز میاد و میگم ها اونجا اگر که تو بذاری میاد خودش مارک بذاری خودش مارک علی اصغر میره مثلا ویدیوهای چند فصل قبل و نمیدونم چه یه یهو تیکه تیکه به هم میچسبونه مثلا دو تا کلیپ واسه من ساخته از حرفام و اینا خیلی باحاله تو تو توییتر گذاشته عشق بچه من خیلی با باحاله عشق. عشقگری دست می دل میبری اه, آه،, آه کوشا گفته که یه چیزی هم بگیرم فقط یه کوچولو نگران سطح شوخی هستم که یکی از کارهایی که تازگی ها میکنم اینه که سر میز صبحانه پیش خانواده با گوشیم بلند بلند خود, خود،, خود کس گوش میدم و عملا همه خانواده هم خود, خود گوش میدن چرا خود گوش میدن <applause> <applause> <تصفح> <تصفح> نگرانم کم خطرناکتر بشه و راه دیگه بعد ندارم که شما رو به خانواده شیر کنم ولی اپیزود رو موی رد کردم و بسیار لذت بردیم با این, این ایمان ایمان امروز را نه میدونم ای می دون. کوشا نیست کوشا اسفانه برای همین بنویسید روی چیز که کوشا دو تو پرانتز تایتل کوشا تو, کوشتو تو نه <laughs> همه به غیر از کوشا ام... آره به هر حال حالا یه سوالم که واقعا وجود داره اینه که میخوایم در این حالا همینطوری ادامه بدیم یا نه یه مثلا شنوندا که آقا نه ما همون پادکست قبلی که بذره کانزروتیو بود در مورد مسائل خیلی در لفاف صحبت میکرد و بیشتر دوست داریم بزن <مزن> نه میخوام بدونم واقعا از زبان شنونده ها میخوام بدونم کامنت روی در این مورد اتفاق کامنت اومده بود که حالا یه سری ساپورت کرده بودن این اپیزود های مثل اینی که ما رفتیم و یه سری هم گفته بودن نه مدل قبل بهتر بود من فکر میکنم همیشه هر کاری هم بکنی این نظرات دو سمت خیر. چیز اسپکتروم رو ما خواهیم داشت درست یونس کامنت داده که یونس جان سلام عزیزم این اتفاقاتی که برای شما رخ میده کارتون رو به ارگانهای دولتی ارجاع داده میشه خیلی جالبه اگه ممکنه بیشتر درباره سیستم اداری اونجا صحبت کنی آدم دوست داره بدونه <تصفح> که افی... تو کشورهای دیگه چه مشکلات اجتماعی به مشکلات اجتماعی چطور رسیدگی میکنه حالا ده ده. تو پرانتز هم گفته که مثل همین داستان ماشین و چه میدونم بیمه و آره آره ما خودم که <applause> اصلا براتون نبرای... امروز ببین این فکر کنم ماشین من دیگه بشه سگمنت سیگمنت ماشین داریم از این به بعد و مشکلاتی که از تو ایجای... کامنتو گفته بود سگمنت ماشین فراد داشتیم دوشک کارون یخچال کارون ی... نه دو چیز دوشک نمیشه دو دوشک حالا دو یخچال حالا ماشین ایمان هم اضافه شد سیگم... ما چیزای دیگه هم برای ارائه داریم اگه خواستین میتونید نجابت فرزادم میکنیم اضافه و فرهاد نجیب هفته جاله هفته هستی کامنت توییت کرده بود توییت ها هم نخونده بودیم چند وقتی بود نوشته از بعد دیدن اپیزود جدید خود که هست هرچی فکر میکنم خوشحال خوشحال عمیق و موندگاریم تو زندگیم چی داشتم یادم نمیاد و این بده بیشتر فکر کنید فکر کن یاد میاد خوشحالی عمیق به من دار حالا بقیه کامنت هارم بعدا میخونیم من یه جالب بگم از این یه هفته یه ساعت و ده دقیقه شده نه خب بگو. بگی. بگو بگو جالب تو بگو, بگو. چون فکر فرقی یه جالب داریم نه جالب دارم اه خب پس بگو, بگو. یک همون چیز رو میخوای بگی استخر آره اون رو بعدا میگم باش بس آره. نه آقا جلوش نه نه یه سی توی توییتر گفته بود به همش گفتم تو رو اورا اینو نه آره بریم بریم بعدیم نه بخود دیگه یه دونه رو آه یه دونه از این جاله با بچه با زیر دستی میخوام چرا که یه اتفاقی افتاد اتفاق اینو نوشته بودم کلان تو این دو هفته قبل که اپیزود داشتیم بگم ولی برای دفعه اول در تاریخ پزشکی یک قلب خوک و پیوند زدن به انسان آره این <applause> آره نه, نه, نه من خیلی سرچ کردم این اتفاق تو اول ژانویه افتاد و خیلی سرچ کردم آپدیت بگیرم که این بیمار الان تو چه حالیه نه متاسفانه پیدا نکردم ولی برای من خیلی جذاب بود این اتفاق ام... بعد آه، آه. بعد از سالها حالا تحقیق و پژوهش روی این داستان این اتفاق افتاد و جوری که مکانیزمش اینطوری حالا ساده بخوایم بگیم روی ام... ام... اینجوری که من خوندم روی ده تا یا بیشتر 10 تا ژن اون خوک اینا کار میکنن مهندسی میکنن که مثلا تا وارد بدن انسان میشه سیستم ایمنی ایمنیو اتک نکنه آره. یا مثلا یه ژن دیگه ای که تغییر میدن اینه که سایز خود قلب بزرگ نشه تو وقتی که با آره چون ازولت. همون اندازه مثلا به ریشی های بدن انسان بمونه خیلی باحال بود دیگه حالا این داستان دوباره دیالوگی باز کرده که البته قبلا هم بوده که بخش اتیکسش چی میشه آیا دیگه برای فارم کردن خود آره آره آیا نسل... مثلا یه اوکی که حالا ما ها رو از دم چیز کنیم برای انسان خیلی جالبه کلا بحث باحالیه من اخباری پیدا نکردم آپدیت اگه کسی میدونه بگه ببینیم این آقای اسمش هم نوشته بود چهارا. این بیماری که قلب گرفته در چه حالیه آره چون جوابش کرده بودن دیگه این بیمار رو بعد قبل از این که چیز بکنه دیگه قبل آره. از اینکه ترانسپلنت انجام, انجام باشه. شده قلب انجام شده قبلا قلب انسان به انسان بکنه. شده دیگه فاره. انسان به انسان که مطمئن ولی از با کلی فیلم ایرانی دارین در موردش اصلا کمه دیگه دارن میرن سمت این تا فیلم میذارن جختون میبرن نه از این که میره واسه میگه تو قلب پسر من در بدن تو میتپه بعد میره آره سریال از ایرانی اجازه بده قبول نکن پذیرا نباشم اولین پیشنته چیزم ایدز یه بانوی رو هم مثل که درمان کردن نمیدونم اولیش نیست اولین خانومه که اولین بانو هستن چند تا مرد دیگه هم اینجوری درمان شده بودن جدی بعد اونایی که اطلاعاتی دارید عملش یاد نزیاد قبلی ها نه نه قبلی ها مثلا واقعا زنده نه. موندن نه زنده که موندن چی اون ویروس هم تو بدنشون نیست یعنی تست بدن منفی میشه بابا. آره این،, این این کیسه مثل که یه سری آدما هستن به صورت ذاتی چیزن ایمنن نسبت به ویروس اید بعد به این خانوم مثل که که ایشون سرطان داشتن بعد دقیق یادم نیست سرطان هم داشتن آره سرطان داشتن بعد بهشون خونه یه کسی که اون آه. آنتی داشت. رو داشت که تزریق کردن و ایشون ایدزشون هم خوب شده, شده. آره. شده. الان تستاشون منفی میشه <تصفح> خوب خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و تمام جاهای مختلف ما رو لطفا اگه که میشنوید از اسپاتیفای و جای مختلف میشنوید یوتیوب میتونید ما رو تماشا بکنید با کانتنت اضافه ما میریم و پنج شنبه با یه اپیزود جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ